امروز با دنیای جدیدی از عنکبوت‌ها آشنا می‌کنم. این کلایپیتسه، نوعی از جامپینگ سپایدرها یا همون عنکبوت‌های جهنده. برعکس سایر عنکبوت‌ها، اینا از تارشون برای پرتاب کردن خودشون استفاده می‌کنن، از جایی به جای دیگه. و اینی که می‌بینید الان دنبال یک جفت می‌گرده. مشکل اینجاست که جفتش ممکنه اولویت‌های سختی داشته باشه. عنکبوت‌های نر برعکس ماده‌ها اولویت خاصی ندارن، یا بهتر بگم اونا اصلاً اولویتی ندارن. هر چیزی که هم اندازه‌شون باشه و یه ذره تکون بخوره براشون میتونه جفت محسوب بشه. این در حالیه که عنکبوت‌های ماده کاملاً برعکس این قضیه، تو انتخاب جفتشون سخت‌گیرن و این کارو در طول عمرشون فقط یک بار انجام میدن. برای همین تنها راه این عنکبوت نر اینه که روی استیج بره و استعدادش رو توی رقص به ماده نشون بده. ولی همه اینا مگه بدون موزیک میشه؟ مسلماً نه. ولی عنکبوت نر برای اینش هم یه فکری کرده. این عنکبوت با ضربه زدن شکمش به قسمت سفالوتوراکس یعنی بالاتنه خودش امواجی رو تولید میکنه که به گوشهای عنکبوت ماده برسونه. اما این گوشا کجا قرار گرفتن؟ جوابش اینجاست. قشرهای ریزی که روی پاهاشون کنار هم قرار گرفته. صداهایی که شاید به گوش ما انسان نرسه ولی عنکبوت ماده به خوبی اونا رو میشنوه. محققان برای ارزیابی دقیق صداهایی که عنکبوت نر تولید میکنه از وسیله‌ای به نام ویبرومتر لیزری استفاده کردن و معلوم شد که اگه پاش بیفته عنکبوت ها موزیسین های خیلی خوبی هستن. اولی شبیه به صدایی مانند ضربان قلبه. قسمت بعدی موزیک تکرار همون قبلی است با اضافه شدن یک چیز جدید. و ورس سوم که بازم یه قسمت جدید بهش اضافه میشه. جالبه که بدونید گونه های مختلفی از همین عنکبوت های جهنده وجود داره و هر کدومشون موزیک متفاوت خودشونو دارن. اما یک شباهت بین همشون وجود داره. عنکبوت های نر جوری این کارو انجام میدن که انگار زندگیشون به این قضیه وابسته است، که البته هم هست. جریان از این قراره که عنکبوت ماده ممکنه با عنکبوت نر جفت‌گیری کنه، اما همیشه گزینه دیگه‌ای به جز رد کردنش وجود داره و اون خوردنشه. تصور کنید به یک دختر پیشنهاد میدید و به جای رد کردن درخواستتون قاشق و چنگالشو در میاره و دنبالتون میدوه. این دقیقاً کاریه که عنکبوت ماده در صورت رد کردن درخواست نر ممکنه انجام بده. به هر حال هر کاری ریسک خودشو داره، مگه نه؟ سلام، مرسی که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردید. راستی جالبه که بدونید عنکبوت نر اصلا براش مهم نیست که عنکبوت ماده چه شکلیه یا اصلا مرده است یا زنده. به عنوان مثال عنکبوت ماده‌ای که مقابل این نر قرار دادن نمونه آزمایشگاهی منجمد شده است. اما با این وجود عنکبوت نر فکر کرده که تونسته کارشو به خوبی انجام بده و دل ماده رو ببره. تا نرفتید یادتون نره که اگه از ویدیو خوشتون اومد اون پایین لایک رو بزنید و کانالو برای دیدن ویدیوهای بیشتر سابسکرایب کنید. خدا نگهدار.